غمشریکی نغمه و منگل با خانواده های قربانیان دشت برچی کابل. غمشریکی که با گریه و ناله تمام شد. دل خانم نغمه بالای چی آنقدر درد کرده است و در مورد حادثه کورس کاج چی گفته است؟ هموطنان گرامی، در حادثه روز جمعه که در افغانستان در یک کالج خواهرای دخترهای مظلوم و بیگناه و بیچاره که به خاطر درس و تعلیم برای خدا رفته بودند، اینا قسم یک ظلم به عقش کردند. سلام دوستان عزیز، خدا کند خوب باشید. ما در این موارد خواهیم پرداخت. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده، لایک و سابسکرایب را نیز فراموش نکنید. نغمه و منگل دو هنرمند سابقه دار و مشهور افغانستان است که تازه با دل پر از درد و قلب‌های شکسته و چشمانش کالود نوارهای تصویری و پیام‌های غم آلود در صفحاتشان نوشته اند. جانم هستند، من بسیار زیاد دوستشان دارم. همیشه در افغانستان به بسیار محبت و صمیمیت ما زندگی کردیم. نمی‌فهمیم که چی بلا به سر ما افغان ها آمده که یکی دشمن دیگه خود شدیم. سنی را سر شیعه میکشه، شیعه را سر سنی میکشه، کل چهار دشمن است. نغمه با گذاشتن ویدیو مردم افغانستان را به همدیگر پذیری، استقامت و همدلی دعوت میکند. او میگوید دشمنان قسم خورده افغانستان به هر نام مردم افغانستان ما را از بین میبرد. پشتون را بالای تاجک، تاجک را بالای هزاره، بیاین با هم یک جا شده افغانستان خود را بسازیم. همچنان استاد منگل، همسر قبلی خانم نغمه، در صفحه رسمی خود با گذاشتن متن دردناک چنین نوشته است: کدام قلبی باشد که با دیدن تصویر این طفل کوچک خون نگیرید؟ گناه ما چیست؟ به کدامین گناه ناکرده مردم و دخترانی که در پی کسب علم و فضیلت بودند چنین وحشیانه، دهشتناک و ناجوان مردانه به شهادت می رسند و تاریخ مهر ننگ خود را بر پیشانی کسانی خواهد زد که ظلم خود را بر مظلومترین و بیگناهترین بندگان خدا روا می دارند. در این بین زنان و کودکان از مهمترین این گروه ها هستند و کسانی که خود را مجاز می دانند به هر نامی و تحت هر عنوانی کودکانی را که در مسیر نور و روشنایی، علم و دانایی قرار دارند به بزدلانه ترین و فجیع ترین حالت ممکن به خاک و خون بکشند، روسیاترین روسیاهان تاریخ خواهند بود. کتاب دیدن وحدت و همدلی و ترقی ملت افغانستان را ندارد، نابود با دشمنان قسم خورده افغانستان. هموطنان گرامی، در حادثه روز جمعه که در افغانستان در یک کالج خواهرای و برادرای آزاری ما رخ داد، بسیار زیاد خفه هستیم، بسیار دل ما داغدار شده. میگه با تسلیت گفتن الفاظ پیش من نیست که من چه قسم برای شما تسلیت بگویم، واقعا از تسلیت گفتن خفه.